سلام، وقتتون بخیر. خوش آمدین به مجله صبح امروز. در آغاز برنامه بسته خبری از مهمترین خبرهای افغانستان و بیرون از افغانستان بود که تقدیم شما شد. در ادامه مجله صبح امروز موضوع ما در پیوند به آغاز پروژه اصراری کشاورزی و مسئولیت غذایی است. اگر در همین مورد پرسش و یا دیدگاه دارین، راه ارتباطی برنامه در اختیار شما قرار داره. 0791-300-654 شما رو بگونیم مستقیم به مجله صبح وصل میکن. اگر تماس شما برقرار نمیشه، میتونین سر به نشانی فیسبوک ما بزنین yaktvnews.af. موضوع برنامه اونجا پست شده، پای پست مرتبط به موضوع امروز. دیدگاه و پرسش اگر دارین میدونیسین، ما با مهمان برنامه در میان میگذاریم. از آغاز تقاضا میکنم خواهشان زمانی که تماس میگیرین موقعیت درستتر را اختیار بکنین تا بتونیم به گونه دقیق پرسش و دیدگاهی که دارین در برنامه داشته باشیم. مهمانم امروز در مجله صبح جناب اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حضور پیدا کردند تا بکنیم مستقیم به پرسش‌ها و دیدگاهی که شما دارین پاسخگو باشند. جناب رستمی، خوش آمدین. صبح شما بخیر. سر تشکر. سلام. صبح شما خوش. سلامت باشین. در ابتدا می‌خوایم در رابطه با جزئیات این پروژه بیشتر از شما بدانیم. البته دیروز یک پروژه جدید تحت نام پروژه استراتژی زراعت و مسئولیت غذایی که توسط بانک جهانی تمویل میشه رسما افتتاح شد. درست. این پروژه در سطح کشور تطبیق و عملی میشه. قرار است تا سال 2022 از طریق این پروژه در قسمت احیا و بازسازی کانال های آبیاری، چکدم ها، مدیریت آبریزه ها، توزیع تخم های اصلاح شده برای دهقین، به همین شکل توزیع وسایل زراعتی، ایجاد باغ ها و ساخت ذخیره‌گاه های پیاز، کچالو، کشمش خانه ها، به همین شکل برخی از پروژه های مهم دیگری که بتانه در قسمت زراعت باعث توسعه سکتور شوه، از طریق این پروژه در 6 زون و 34 ولایت کشور تطبیق میشه. خوشبختانه در این موقع حساسی که کرونا بود، وزارت زراعت تا 3-4 ماه گذشته پروژه را به شکل عاجل دیزاین و طرح کرد و جای خوشیدهی است که بانک جهانی هم از کمک های بلایواز خود ایره منظور ساخت. شاید درست. از نظر زمانی اگر بگویم کمترین زمانی بوده که یک پروژه به این وسعت و گستردگی توسط بانک جهانی منظور میشه و همین خودش اهمیت پروژه را نشان میده و که میتونه حداقل در این سکتورهایی که من قبلا ذکر کردم یک تغییر را ایجاد بکنه. اگر به جزئیات اشاره بکنیم، قرار است تا 2 سال آینده بیش از 180 کانال آبیاری احیا و بازسازی شوه که میتونه بالاتر از 85 هزار هکتار زمین تحت آبیاری قرار بده. یک چالش جدی در سکتور زراعت، شما بهتر میدانین که افغانستان ظرفیت کافی در قسمت زمین های زراعتی داره، خصوصا زمین های آبی، ولی ما میبینیم که امسال 2.6 میلیون هکتار زمین آبی ما داشتیم، تقریبا 1 میلیون هکتار زمین للمی، مجموعا 3.5 میلیون هکتار زمین های آبی و للمی افغانستان رسیده. درست. ولی ظرفیت زیر وجود داره که تنها ما زمین های آبی خود بتانیم قبل از جنگ ها که 3.2 میلیون هکتار بود برسانیم. این زمان تحقق پیدا میکنه که در کنار سایر برنامه ها پروژه های آبیاری بیشتر تطبیق شود، کانال ها، شبکه ها، هم کانال های بزرگ، کانال های کوچک و همی بند هایی که توسط وزارت اداره ملی آب ساخته میشه، این میتونه در سال های آینده زمین های بیشتر تحت پوشش قرار بده، خصوصا برای گسترش تولید غلجات و بالاخره خودکفایی در قسمت گندم ما نیاز داریم تا زمین های بیشتر تحت پوشش قرار بگیره. در کنار زوری موثریت زمین هایی که فعلا است که چگونه تولید زیاد پیدا بکنه در فی هکتار، که یکی از دلایل توزیع تخمای بذری است که در 2 سال 30,000 تخمای اصلاح شده توزیع میشه، 30,000 متریک تن، و امسال در این طرف فصل کشت خزانی 14,000 توزیع میشه و بر سال آینده 16,000 متریک تن دیگه. این از جمله برنامه هایی بود که تحت توسط از این پروژه عملی میشه. انشالله در جریان بحث به شکل درست بیشتر ریزی میپردازم. نخستین تماس برنامه را پاسخ میتیم و دوباره برمیگردیم. بینندگان مورد خط هستن. سلام، صبح شما بخیر. تماستان وصل است. مهربانی نامتان، از کجا تماس گرفتین؟ بسیار احمد رحیمی هستم، از ولایت تهران، ولسوالی زنده‌جان با شما تماس گرفتم. بسیار خوش آمدین مهربانی.
تشکر از لطف شما. ببخشیم می برنامه که به سیرامد رحیمی هستم از ولایت تهران ولسوالی زندران تماس گرفتم. مهربانی پرسشتان؟ تشکر از لطف شما. برادر عزیز خواستم که شما که راجع به زراعت و کشاورزی اینا صحبت میکردین. ادامه بتین صحبت هایتون رو خواهشان صدای ما را طریق تلفن داشته باشین. بعد برنامه شما خوب بسیار برنامه های درستیه، وزارت زراعت مالداری برنامه های درستی از این طرح میکنه و متاسفانه بسیار تشکر از اینکه تماس گرفتین. خواهشان زمانی که تماس میگیرین موقعیت درستر را اختیار بکنین، صدای تلویزیونتون را پایین کنین و صدای ما را از طریق تلفن داشته باشین تا بتانیم به گونه دقیق پرسش و یا دیدگاهی که می داشته باشین در برنامه داشته باشیم. 0791-300-654 شما را به گونه مستقیم به مجله صبح وصل میکنه. اگر تماس شما برقرار نمیشه میتونین سر به نشانی فیسبوک activinews.af بزنین، موضوع برنامه اونجا پست شده، پای پست مرتبط به موضوع امروز دیدگاه و پرسش اگر دارین بنویسید، ما با مهمان برنامه در میان میگذاریم. تماس داریم بین دیگر مالی خط هستن. سلام، صبح شما بخیر. خواهشان یک بار دیگر اگر تکرار بکنین. سلام علیکم. علیکم سلام، نامتان از کجا تماس گرفتین؟ همه عجی عمره را گفتم آزاد میشه داشت، ما گفتم منتظر بودیم نمی که آزاد میشه، گفتم آزاد نشد و همه را گفتم یک کلتیش کنم از من. درست، تشکر از یک تماس گرفتین. موضوع امروز در پیوند به آغاز پروژه اصراری کشاورزی و مسئولیت غذایی است. اگر در همین مورد پرسش و یا دیدگاه دارین میتونین تماس بگیرین از طریق راه ارتباطی برنامه. در غیر از اون نشانی ما در فیسبوک همیشه در اختیار شما قرار داره. اگر مشکل دیدگاه و یا پرسش می داشته باشین میتونین از طریق فیسبوک activinews.af و ما در میان بگذارین، و یا اگر بدون موضوع برنامه مشکل و یا پرسش می داشته باشین در پایان برنامه میتونین تماس بگیرین و با همکارا در میان بگذاریم. جناب رستمی، در این پروژه در نظر گرفته شده که برای چی تعداد نفر زمینه کاری فراهم خواهد شد؟ در کل بالاتر از 700 هزار نفر مستقیم از این پروژه مستفید میشه. درست. و در این زمان بیش از 5 میلیون روز کاری ایجاد میشه که از جمله اما مهمترین تاثیرات اقتصادی این پروژه روی دهقین و کسایی که به خصوص از این مستفید میشن. طبعا یکی از برنامه ها یا یکی از اولویت هایی که پروژه ها و برنامه های ملی در سطح کشور در نظر گرفته میشن زمینه های اشتغال و کاریابی است. هر پروژه خصوصا پروژه هایی که به این مقیاس ملی در نظر گرفته میشه فوق العاده روی کاریابی تاثیرات خود داره. به این لحاظ ما امیدوار هستیم که در 2 سال آینده در گام نخست ما بتانیم این پروژه را در سطح کشور با در نظر داشت اولویت هایی که تعیین شده کار بکنیم و حداقل تغییرات ایجاد شود. در قسمت گندم که تخمای اصلاح شده توزیع میشه و به این شکل سایر پروژه تطبیق میشه، پیش بینی میشه در ساحاتی که تحت پوشش پروژه قرار میگیره 15% حاصلات ما در 2 سال آینده بیشتر شود. درست. و در این زمان ما بتانیم یک بخش از محصولات خود از طریق پروژه ساختمان های کوچک مثل ذخیره‌گاه های کچالو، پیاز، کشمش خانه ها و سایر پروژه نظر به ضرورت نگهداری بکنیم. درست. این پروژه ما بازم تکرار میکنم به شکل عاجل و استراری طرح دیزاین شده و به شکل استراری خوشبختانه کارش آغاز میشه. روز گذشته افتتاح شد و ما مطمئن هستیم و متحد هستیم که در گام نخست قبل از فصل کشت خزان با در نظر داشت ولایت بسیار کلیدی و مهم بیش از 14 هزار تن تخمه اصلاح شده را برای کشت خزانی در اختیار دیاقین قرار بدیم و 30 هزار متریک تن تخمه اصلاح شده تقریبا 600 هزار دهقان تحت پوشش قرار می دهد. درست، بسیار تشکر. تماس داریم بین دیگر موری خط هستن. سلام، صبح شما بخیر.
تماستان وصل است مهربانی نامتان از کجا تماس گرفتین؟ بله سلام علیکم، به سیرمد رحیمی هستم از ولایت هرات بلوسکولی زندگان. سلام، وقت شما بخیر. خوب هستیم؟ سلامت سلامت باشین، خوش آمدین، مهربانی پرسشتن. تشکر از لطف شما، زنده باشین، بخیر باشین. تشکر از برنامه شما، از مهمان عزیز شما. خواهشان صدای تلویزیونتون را پایین بکنین، ادامه بتین صحبتایتون. تشکر. صدای تلویزیون ما حالا پخش نیست، قیط صدای شقیط هست. برادر عزیز، خواستم راجع به این پروژه هایی که از طریق وزارت زراعت و مالداری طرح میشه در ولایات، در ولسوالی ها، و متاسفانه همینا سعید اینا کنترل نمیشه. برای شخصایی که اهل زراعت هم یا اهل کشاورزی یا دامداری یا مالداری هستم، برای از اونو رسیدگی نمیشه. از اون این میاد به ولایت، باز از طریق ولایت هم به اون رئیس و رؤسا داده میشه. برای کسایی که دیاقین هم، برای کسایی که واجد شرایط زراعت هم، اهل زراعت هم یا اهل کشاورزی هم، برای از اونها هیچ رسیدگی نمیشه. برای رئیس و رؤسا گرفتن میشه، با تریجات گرفتن میشه، از طریق وکلا و دیگرا گرفتن میشه. برای کسایی که واقعی هم زراعتکار هم، برای از اونها رسیدگی نمیشه. یعنی یک رسیدگی درست باشه از طریق وزارت. امی خواهش ما از طریق وزارت زراعت و مالداریه که در ولایات، در ریاست هایی که در ولایات، از اون طریق اینا باید یک درست اینا مدیریت شه. مدیریت متاسفانه که نمیشه، مدیریت از اینا صحیح نمیشه و تخمای اصلاح شده و وقت و زمان نمیرسه. اینا وقت زمان میرسه برای کسایی میرسه دیاغین یا زراعت، کسایی که کشت میکنن، وقتی میرسه که محصولات از اونا مثلا در حال کشت، از اونا در حال مثلا کشت کردن و یا کشت در زمین کردن، و بعد از اون میایه تخمای سواسوده به دسترس از اونا قرار میگیره، یا کره که میروی به دسترس از اونا قرار میگیره، به وقت و زمان نمیایه. این موضوع مشکل مهم فرد میاله به هستم، به حضور دارم. این موضوع برای از اونا شما یک شریک بسازیم، کمک رو همی توجه بشه برای مردمی که واقعا زراعت کار میکنم. شغل از اینا زراعت، همی حال خود نخره لباس زراعتی ششته هم با شما صحبت میکنم، از تک تلویزیون شما رو میبینم. همی کمک توجهی بشه لفت بیابینی که واقعا حال کشت و زراعت هم دیگه از طریق برای کسایی نباش که واقعا اونا رئیس و رئیس هم برای از اونا رسیدگی میشه و برای از اونا میبلاست، از اونا میشه که برای مردم قریب و بیچاره و زراعتکار نمیرسه. درست. تشکر از لطف شما، وقت شما رو نمیگیرم، وقت خوشی داشته باشید. تشکر از اینکه تماس گرفتین صحبت های جناب. بسیار تشکر از نظر و سوال آقای رحیمی از زندجان هرات. عرض شد که بیشتر توجه از اینا روی پروژه مدیریت محصولات زراعتی که حدود 4 ماه قبل در سطح کشور آغاز شده و ولایت هرات بیشتر مورد تمرکز است، فکر کنم متوجه زمین میشه. و بس دیگه هم توزیع تخمای اصلاح شده. در قسمت توزیع تخمای اصلاح شده من قبلا هم عرض کردم تلاش مویی است که امسال در فصل کشت خزانی توزیع شود که مسئولیت بیشتر شود. سال گذشتم چنین شد برای نخستین بار. ممکن در سالهای پیش این چالش ها وجود داشته بوده، ولی پار سال به طور مطلق این مشکل حل شد و این شکل در سال 97 هم. ولی امسال ما تلاش میکنیم حتی پیش از فصل کشتی را در اختیار دیاقین قرار بدیم. فعلا همین برنامه ها جریان داره و طبعا تخم اصلاح شده برای دیاقین توزیع میشه، نه برای کسی که زمین داشته باشه. میکانیزم ها در ولایت وجود داره. در بخش پروژه مدیریت محصولات زراعتی هرات بیشترین پروژه را تا 3 ماه گذشته تطبیق کرده که تقریبا 1000 باب کشمش خانه است. به همین شکل در قسمت ذخیره‌گاه پیاز و سایر پروژه این میکانیزم طوری است که آقای رحیمی بدانه شوراها توسط شوراهای انکشافی تطبیق میشه. یعنی ما پروژه را به شورای انکشافی محل و دهقان میدیم. درست. یعنی قرارداد با شورای انکشافی است. میکانیزم این پروژه طوری است که به خاطر که زمین های اشتغال و کاریابی در سطح منطقه ایجاد شد، ما مستقیم با شورای انکشافی کار میکنیم. و هرات باز طوری است که درخواست بیش از حد زیاد بود، 1000 پروژه بود، بالای 4000 درخواست بود. بین از اینا قرعه‌کشی صورت گرفت.
البته یک سلسله بندی شد، مثلا کسایی که بالای 10 جریب باغ داشتن، کسایی که بالای 5 جریب باغ داشتن، به می شکل به اساس یک تقسیم بندی قرعه کشی با حضور از اینا صورت گرفت. کسی که به حق بود برشان رسید. در کاتگوری اول کسایی که بالای 10 جریب داشت یا 20 جریب، به می شکل نظر به کاتگوری این پروژه تطبیق و عملی شده. و اتفاقا هرات یگانه ولایتی است که تا فعلا اکثریت پروژه تکمیل شده، یعنی آماده بهره برداری است و این امسال میتونه یک تغییر بسیار کلان ایجاد بکنه. خب در این جای شک نیم نیست که در یک تعداد از مناطق و ولسوالی ها ممکن است مشکلات وجود داشته باشه. ما خواهان یزی هستیم از مردم، دهاقین، شورای انکشافی مشکلی که وجود داره مستند سازی بکنن، با بخش شکایات وزارت در تماس شوند، با از طریق رسانه شما با تماس شوند. ما از قالب حرف بیاییم مستندسازی بکنیم مشکل خاصی که وجود دارد تا یک راه حل برش پیدا کنیم. درست، شکر. بیننده ما داود از غزنی روی خط است. سلام، صبح شما بخیر. بله، سلام علیکم ادری جان، شما خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ سلامت باشم. سلام برای مهمان بسیار عزیز گرامی ها تقدیم میکنم ادری جان. یک سلام برای مردم شریف افغانستان تقدیم میکنم. سلامت باشین، خوش اومدین. گفتنی ما ایسته که خواهش ما از در میمان ای است که در برنامه آمد و میسوی جناب آقای رستمی که پردستاور بیند. باور که ما زیاد از اینا خوش هستیم، بخاطر که به فضل خدا ببینیم افغانستان تا جایی را گندمش خود دفاع، برنجش خود دفاع، تق و تلاش امی وزارت زراعت است که اینا زحمت کشیدن. تشکری میکنیم از اینا. چند شب پیش ما در تلویزیون جهانی یک دیدم که نه کدام ولایت بود چند تن انجیر اینا زمین وقتی که میان شانده بودن به ثمر رسیده بودن، چندین تن انجیر بسیار خوبی در بازار عرضه کردن، خرما عرضه کردن. تشکری میکنیم از خود جناب رستمی که وزارت زراعت جا کار کرده برای مردم. برنج و گندم خوبا نان به فضل خدا، به فضل خدا تا جای ضرور است که از بیرون افغانستان بیاید. مگر اوی تو صادق که بود که پاکستان مرز خدا بسته میکرد، گندم برنج یک بردو میشد. آن فضل خدا که 10 سال مرز بسته میشد سر برنج و گندم تاثیر نمیکنه. این کلش کار وزارت زراعت است که اینا کرده. تشکری میکنیم از اینا. گفتنی دیگه میسته که اینا گفته که چندین فابکی کشمش پاکی ما هم داریم که در ولایت ها. ولایت غزنی اگر یک فابکی کشمش پاکی باشه، انگور بسیار زیاد است، بسیار زیاد مردم هم ساید کار میشه، انگور هم خراب نمیشه، کشمش جور میشه، چندی نفر هم ساید کار میشه. همین پروژه را که اینا گفتن ببخشید من وقت تلویزیون گرفته بودم در کدام ولایت ها تطبیق میشه. درست. تشکر از شما، تشکر از جناب آقای رستمی صدیقی که به حساب زراعت بسیار کار کردن. تشکری میکنیم از اینا. تشکر از اینکه تماس گرفتین. یک میان برنامه کوتاه میگیریم، دوباره برمیگردیم و ادامه مجله صبح. دوباره برگشتیم. ادامه مجله صبح. اگر پرسش و دیدگاهی در پیوند به موضوع امروز دارین، راه ارتباطی برنامه در اختیار شما قرار داره. تماس داریم، پاسخ میتیم. بیننده ما روی خط هستند. سلام، صبح شما بخیر. تماس بیننده ما قطع شده. جناب رستمی در پاسخ به پرسش بیننده ما داود از غزنی. یک تبصره و پرسش داود جان از ولایت غزنی باید عرض کنم که امسال به اساس آخرین گزارشی که هفته گذشته تکمیل شد، یعنی سروی ملی توسط وزارت زراعت و اداره احصای مرکزی، تولید گندم افغانستان به 5.1 میلیون تن رسید، در حالی که افغانستان به اساس همین نفوذ 32.9 میلیون که بر سال 1399 سوی در احصای مرکزی تخمین شده، سالانش بالای 6.4 میلیون تن گندم نیاز داره. درست. به این معنا که هنوز ما بین 1.3 تا 1.5 میلیون تن در تولید در نیازهای افغانستان کاهش داریم که به شکل آرد یا گندم از کشورهای مختلف وارد میشه، ولی به او پیمانه این است که سالهای گذشته وقتی که بنادر و مرزها بسته میشد قیمت ها یک بار بالا میرفت. خوشبختانه این مشکل حل شده. در قسمت برنج نیاز افغانستان سالانه 570 هزار، بالای 570 هزار تن است.
تولید ما سال گذشته بیش از 354 هزار تن بود. هنوز این سروه ما تکمیل نشده، ولی قرائن نشان میده که از جمله در تخار و یک تعداد ولایت های دیگه که امسال تولید برنج در افغانستان از سال گذشته هم بیشتر شده. درست. 62 درصد پارسال نیاز کل افغانستان از طریق تولیدات داخلی در بخش برنج تامین میشد. ما امیدوار هستیم که امسال به بیش از 70 درصد برسه. بحث غزنی، پروژه مدیریت محصولات زراعتی هم قسمی که در سطح کشور است، غزنی هم شاملش است. بیشترین تمرکز در غزنی کشمش خانه به خاطر که انگوری بیشتر تولید میشه، به همین پیمانه سردخانه بر سیب است. ولی در قسمت کشمش خانه هم متاسفانه اما گزارش که من دیروز گرفتم در یک تعداد از ولسوالی های غزنی بنابر ناامنی ها و گراف امنیتی ناامنی بسیار بالا، متاسفانه پروژه از تطبیق باز مانده. البته تقریبا 4 ماه فرصت بود که ما بتانیم با همکاری مردم و شورای انکشافی را حل بسازیم که در یک بخش زیاد از مناطق غزنی تطبیق شد، ولی در یک بخشش که بسیار ناچیز است از تطبیق باز ماند. دو موردی که دو جان اشاره کردن، کشمش فابریکه کشمش پاکی و در این زمان یک فابریکه پروسس آلو بخارا، از جمله برنامه های ماست که ما بتانیم در سال 1400 در غزنی تطبیق بکنیم. در بخش یک تعداد از فابریکا کارهای صورت گرفته که ما سکتور خصوصی را همکاری مالی و تکنیکی کردیم. امسال سطح تولید آلو بخارای غزنی هم به بیش از 2000 تن رسید. بعضی از ولایت های ما در قسمت تولیدات خود منحصر به مو ولایت است. مثلا آلو بخارای غزنی بازار جهانی داره، قیمتش بسیار بالاست، هندوستان و پاکستان و یک تعداد کشورهای دیگه زیاد علاقمند است. به این لحاظ تمرکز ما در این ولایت روی کشمش و آلو بخارا است که بتانیم ما به سال آینده این دو فابریکه را تکمیل کنیم. بسیار تشکر. بیننده ما از کابل روی خط است. سلام، صبحت بخیر. سلام خدمت شما و مهمان برنامه شما آقای رستمی. تشکر میکنم از تلویزیون که واقعا صدای ملت مظلوم را به گوش مسئولین میرسانند. ما آقای رستمی واقعا در صحبت های بسیار واضح و خوب صحبت میکنه، خدا گزاره بذارد. متاسفانه در عمل کار درسته که با می کمک های وافری که با ملت افغانستان آمد متاسفانه صورت نگرفته. ما از هرات بیوریم بیم به شمال کابل. قبلا هم با آقای رستمی در یک برنامه دیگه هم گفتیم، شما ببینید که ما در شمال کابل که منطقه جنگزدی بود که واقعا در زمان طالبان تخریب شد، از نگاه هم اصول پرنسیپ های جهانی هم که اگر وقتی یک منطقه جنگ زده می باشه اول این کمک ها به اونجا صورت می گرفت تا اونا سر سبز شد. متاسفانه که کشمش خانه که آمد با کماندان ها و به اینا رسید، وزارت زراعت در اون قسمت هیچ اقدام نکرد و که او را بررسی کرده باشه. یک موضوع دوم در قسمت شما می بینید وقتی جاله می آید، وقتی که بسیار باشه آب نمی باشه، وقتی که آتشک با آقا را می زنن، متاسفانه گروپ های کمپاینشان، گروپ های آگاهی همیشان اینا هیچ فعال نیست. فقط وزارت زراعت برای خودم پالیسی و ماش و مامورین رو بمی شکل می بینید. وقتی وزارت زراعت می گیم فارم مقداری، فارم گاوداریشان اینه بی که برای من دهاقی تنها بخش از اینه کشمش خانه جو شد و پروسس جو شد و کشمش پاکی جو شد، از نگاه مقداری، از نگاه مواشی باید در از یا کمک صورت بگرد تا اینا در امون فامیلا یا در امون خانواده هایی که هستن اقتصادشان بالا برن. در قسمت اینگ یعنی زمین های ما و شما اصلا زمین های بسیار با اینگ باید ضرورت نداره. متاسفانه در این قسمت هیچ کار صورت نگرفته. خدا کنه در آینده هم اگر از طریق پروژه انکشافی میشه و در پروژه انکشافی هم شما خبر دارید که یک تعداد زیادتر کماندان ها در شوراها بوده و قبلا به اون شکل باید از او بارسی یا کنترل جدی شد. در قسمت مسئولیت غذایی شما میبینیم که مسئولیت غذایی ما واقعا از نگاه آرد که نه، از نگاه تیلی که نه، و تیل و یا مربوط به تجارت میشه، باید مواد غذایی رو باید وزارت زراعت دقیق کنترل کنه، از نگاه گندم، از نگاه آرد، از نگاه بسیج باشه روغن، از نگاه حبوبات. متاسفانه که شما میبینیم که در اکثر خبازی های ما که آزایی که وارد میشه وزارت زراعت مسئولیت داره فقط تصمه واره و موهات به اون شکل. متاسفانه در قسمت قیمت آرد که یک بوجهات به تجار ما به 670 افغانی میفته و این 18 تا سودا میشه برای ملت افغانستان. متاسفانه به این قسمت باید تذیر نظر شد. از رستمی صاحب تشکری میکنم و برای زراد در آینده پلانای وسیع در شمال کابل چی روی دست دارم. سلامت باشم. تشکر از اینکه تماس گرفتین. صحبت جناب رستمی رو میداشته باشم. من ضمن از اینکه از دوست ما از ولایت کابل قسمت دیدگاه سوالایشون تشکری میکنم، یک مورد هم میخوایم عرض بکنم که
همیشه همکارای ما باید کسایی که خصوصا از تماس میگیرن اگر مشکلی وجود داره مشکل بسیار واضح بیان بکنن با کدام قماندان، با کدام ولسوالی، با کدام منطقه کی توضیح کرده. و بحث دیگه ای است که خوب است ما در ارزیابی خود امو دیدی منصفانه داشته باشیم. مثلا یکی میگه هیچ کار صورت نگرفته، یکی میگه مثلا میگه که کار صورت گرفته، ما خوش هستیم، تماس میگیرن، شما در برنامه های مختلف ما آمدیم، مشخصا روی کابل کار میکنیم. امی فعلا ما در کابل در قسمت ذخایر پیاز، کچالو، کشمش خانه ها، اینا دوست ما گفتن ها کشمش خانه طبعا کار ما نیست، ما در بخش آبیاری، در بخش زراعت، در بخش مالداری داریم سه سکتور کلان که 8 اولویت میشه، پروگرام های ما در سطح کشور به شمول کابل تطبیق عملی میشه. دوست ما اشاره میکنن در بخش مالداری اگر ما بگیم همین فعلا بزرگترین مسلخ افغانستان در شکردره کابل تکمیل شده، 5 میلیون دلار روی سرمایه گذاری صورت گرفته، ظرفیت بسیار بالا داره. آیا یه پروژه کلان و بنیادی نیست؟ همین فعلا 397 باب سردخانه صفر انرژی برای کچالو و پیاز صرف از طریق یک پروژه از زنجیره ارزش باغداری در کابل تکمیل شده. به همین پیمانه بالای 150 کشمشخانه تکمیل شده. کشمشخانه به شورای انکشافی واگذار میشه. من بارها در سفر دارم چند ماه به شمال کابل، ولسوالی میر بچکوت، ولسوالی شکردره و ولسوالی استالف رفتیم، کلکان رفتیم، پروژه را دیدیم، کشمشخانه را. ممکن است در جاهای در شوراهای انکشافی یک بزرگ قوم حضور داشته باشه، حتی یک زورمند محلی و حضور داشته باشه، برای ما معیار نیست. یک کسی که 10 جری 20 جری باغ داشته باشه، چی و دهقان باشه و هر کسی باشه، اگر مستحق باشه بدون شک پروژه برش تطبیق و عملی میشه و ایره شوراهای انکشافی تطبیق میکنه. من میخوام عرض بکنم در قسمت جاله، خب رویدادهای طبیعی که به وقوع پیونده خصوصا ناشی از تغییرات اقلیم است، طبعا تاثیرش بارانهای بی‌موقع، جاله ها و سردی که در برخ خصوصا فصل خزان و فصل بهار رخ میده، طبعا محصولات زراعتی را متضرر میسازه. من با قسمت دوست ما هم نظر هستم، بله در بسیاری از جاها تیمای ترویجی وزارت زراعت ضعیف عمل کرده و یک انتقادی بوده که همیشه وارد بوده. تیمای ترویجی ما بسیار کم است، در سطح هر ولسوالی یکی دو نفر نمیتونه رسیدگی بکنه. به این لحاظ در بازنگری تشکیل وزارت زراعت تمرکز روی ولایات و ولسوالی ها بیشتر شده تا هم ما کارمندای ترویج در ولسوالی ها بیشتر بسازیم تا اینا خدمات به موقع بر مردم و دهقین داشته باشد. در این راستا ما برنامه‌ای را داریم. در قسمت مرغداری فابریکا فارمای بسیار کلان در شمال کابل ایجاد شده و قطعا شمال کابل نظر به اولویت، نظر به مساحه تولید پروژه ما تطبیق میشه. هنگ، بله هنگ هم در شمال کابل ترویجش آغاز شده. تقاضای ما بیشتر از سکتور خصوصی دهقینی است که در این راستا اقدام بکنه. درست. سکتور خصوصی بیشتر رول اساسی میتونه داشته باشه و ما امیدوار هستیم که با همکاری وزارت زراعت در جاهایی که شرایط اقلیمی برای کشت هنگ، دوست ما از شمال کابل اشاره کردن، در این راستا اقدام بکنن. بسیار تشکر. تماس داریم بینده دیگرمونی خط هستن. سلام، صبح شما بخیر. تماستون وصل است. مهربانی، نامتون از کجا تماس گرفتین؟ مهربانی، نامتان از کجا تماس گرفتین؟ سهراب بی در ولایت بامیان ولسوالی کامل. بسیار خوش آمدین. مهربانی، پرسشتان؟ پرسش ما به خاطر یعنی راجع به حساب اقتصاد بده. مهربانی، صحبت هایتان ادامه بتین. صدایم صحیح شد؟ آه درست. مهربانی، راجع به اقتصاد بده گفتین؟ در رابطه به موضوع ما امروز، در رابطه با آغاز پروژه اصراری کشاورزی و مسئولیت غذایی وزارت زراعت، اگر پرسش و دیدگاهی دارین مهربانی. صحیح شد صدای؟ صدای شما را درست داریم. مهربانی، پرسشتان. پرسش ما همی بود، به حساب تجارت گفتیم که یک بار دیگه هم بده تماس شده بودیم که یک بازار همیالی فعلا در جای ما 18 افغانی هست. درست؟ بله. صدای شما رو دارم، ادامه بدین صحبتایتان. بله. بیننده ما صدای ما را طریق تلویزیونشان دارن، خواهشان زمانی که تماس میگیرین موقعیت درست‌تر اختیار بکنین، صدای ما را طریق تلفن داشته باشین تا بتونیم به گونه دقیق پرسشی که دارین در
برنامه داشته باشیم. راه ارتباطی برنامه همچنان در اختیار شما قرار داره. اگر تماسات برقرار نمیشه میتونین سر به نشانی فیسبوک activenews.af بزنین. جناب رستمی، روی ارتقای ظرفیت و همچنان توزیع ابزارهای کشاورزی برای کشاورزان، وزارت زراعت چی برنامه و پلانی روی دست داره؟ در قسمت توزیع ابزارها از طریق پروژه مختلف، بخصوص همین پروژه جدید زراعتی که آغاز میشه، ما در سطح کشور برنامه داریم. ما برای بیشتر برای خانم‌ها 22,000 خانم در 2 سال آینده شامل است که ما بتونیم برشان باغچه‌های خانگی و سبزخانه را با تمام ابزار و لوازمشان توزیع کنیم. درست. سالانه 30,000 جریب یا تا 40,000 جریب باغایی که احداث میشه، ابزارها و لوازمی که نیاز داره در اختیار دهقانی که مستفید میشه قرار داده شود. به همین پیمانه تکنولوژی زراعتی که دهقان مستفید میشه جزئی از وسایلی است که سالانه وزارت روی دست داره. ارتقای ظرفیت طبعا بسیار مهم است. ارتقای ظرفیت خصوصا کارمندای ما در سطح ولسوالی ها، ولایات و در سطح مرکز همساله در بخش های مختلف برنامه های آموزشی و ارتقای ظرفیت وجود داره. ما تلاش میکنیم تا برای دهقان بیشتر آگاهی داده شود. درست. مثل که دوست ما قبلا از کابل اشاره کردن که وقتی که ژاله میزنه درخت ها، وقتی که حوادث طبیعی رخ میده، بیشتر در کنار از اینکه وزارت زراعت هم در این راستا کارمندایش اقدام بکنه، آگاهی دهقان هم بسیار مهم است. مثلا دهقان باید بهتر بدانه که وقتی که حاصل تاکستانهای خود جمع آوری میکنه، اگر از یک نوع موادهای شیمیایی و قرصا بر زو میزنه تا او انگور کلان بسازه، پوست زو یک کمی زخیم شود، استفاده کنه، به جای تاثیرات اقتصادی خوبش، تاثیرات اقتصادی منفیش بیشتر از میوار از حالت ارگانیکش بیرون میکنه، بازار برش کم پیدا میشه، فابریکایی که پروسس جوسه داره نمیتونه از این انگورها استفاده بکنه و ده ها مورد دیگه ای که وجود داره. ما یک مرکز تماس دهقان ایجاد کردیم، شماره 150، تا بتونیم سطح دهقان در سطح آگاهی دهقان بیشتر شه. دهقان وقتی که مزرعش با امراض و آفات نباتی مواجه میشه، بسرعی وقت بتونه تماس بگیره، مشوره دریافت بکنه. درست. اینمی کل شامل مواردی سطح آگاهی دهی و ارتقای ظرفیت میشه که ما بتانیم برنامه خود را گسترش بدیم، در خصوصا بر سال آینده. متشکرم. تماس داریم بیننده گرامی خط هستن. سلام، صبح شما بخیر. تماستون وصل است. نامتون از کجا تماس گرفتین؟ بیننده ما صحبت نمی کنن. راه ارتباطی برنامه 0791-300-654 شما رو بگونی مستقیم به مجله صبح وصل میکنن. اگر تماستان برقرار نمیشه میتونین سر به نشانی فیسبوک activenews.af بزنین. تماس داریم بیننده دیگر مروی خط هستن. سلام، صبح شما بخیر. حالا صبحتان بخیر. مهربانی، نامتان از کجا تماس گرفتین؟ حضور سالی مردرا. یک بار دیگر اگر تکرار بکنین. صدای ما را اگر دارین، مهربانی، نامتان از کجا تماس گرفتین؟ حضر سالی مردرا. مهربانی، پرسشتان. تماس بینیدی ما قصد شد. خواهشان اگر در مورد موضوع امروز پرسش و دیدگاه می داشته باشین، تماس بگیرین. در غیر از او فرصت را بگذارین برای بینیدهایی که مشکل دیدگاه و پرسش در پیوند به موضوع امروز می داشته باشند تا در برنامه تماس داشته باشند. موضوع ما در پیوند با آغاز پروژه اضطراری کشاورزی و مسئولیت غذایی است. اگر در همین مورد پرسش و دیدگاهی دارین، راه ارتباطی برنامه در اختیار شما قرار داره. 791-300-654 شما رو بکنیم مستقیم به مجله صبح وصل میکنه. اگر تماس شما برقرار نمیشه میتونین سر بر نشانی فیسبوک activenews.af بزنین. تماس داریم بیننده دیگر ما خط هستن. تماسشون را پاسخ میدیم. سلام، صبح شما بخیر. تماستان وصل است. مهربانی، نامتون از کجا تماس گرفتین؟ بله. صبحتان بخیر. نامتون از کجا تماس گرفتین؟ سلام، نام من محمد دایر است. از ولسوالی قره‌باغ کلامن تماس گرفتیم و تشکر از این پروگرام خوبتان. خواستیم که یکم سوال داشته باشیم از سخنگوی وزارت
زراعت میربانیم. بگر همین وقت که وقت کشت خزانی گندم در ولایت های سطح خاصتا در کدامن و در ولسوالی قرباغ هست، یک هر سال وزارت زراعت برای هر خانوار بکن یک بودی تخم اصلاحشده گندم توضیح میکنن، مگر در می 15-16 سال گذشته هیچ وقت در وقت کشت گندم در اختیار دیاقین قرار نگرفته، به استثناء یک سال امی رستمی که پیدو سال گذشته، سال گذشته در این وقت کشت از 15 میزان تا 15 اقرب است، داره که سال گذشته هم در مای جدی برای هر خانوار بخان یک بودی چلیم نبود یا پینجا کلیی تخم گندم توضیح کرده بودن از خاطر و آلم این دو رو سه روز بعد امید وقت کشت گندم شروع میشه، داره که امسال هم تا هنوز امو تخم در اختیار یاقین قرار نگرفته. بگرد خواهش ما ایست که یعنی میره برشان این پیام ما رو برسانی که درست یک توجه بکنن به خاطر از اینکه بازی اختر وقت ختم گندمکاری در ولایت های سرسیر و در ولسوالی های کدامن است. تشکر از اینکه تماس گرفتین صحبت جناب رستمی رو می داشته باشیم. تشکر از آقای محمد زایر از ولسوالی قره‌باغ کابل. من قبلا اگر متوجه شده باشین صحبت کردم که سال گذشته به موقع توزیع شد، ولی در یک تعداد ولایات مشکل داشتیم، دیرتر توزیع شد به خاطر که وقتی که تخمای اصلاح شده توزیع میشه ای از سوی اتحادیه ملی شرکت‌های تخمای بذری خریداری میشه. درست. در یک تعداد ولایات متاسفانه قراردادها بعداً صورت گرفت که چالش در راستا خلق شد، ولی اکثریت ولایات به موقع توزیع شد. به همین خاطر ما امسال یعنی تقریبا در جریان چند هفته پیهم جلسات منظم با اتحادیه ملی شرکت‌های تخمای بذری داشتیم تا بتونیم این تخما به اسرع وقت یعنی قبل از فصل کشت توزیع شود. ما امیدوار هستیم که به زودترین فرصت این مشکل که البته یک مسئله تدارکاتی از حل شود و اراده برای توزیع ازید فصل کشت یعنی موجود است. امی سوال آقای ظاهر خودش نشاندهنده ازید است که بله بدیاقین نه تنها در سایر ولایت ها در شمال کابل هم توجه میشه، بسیار به صراحت گفتن که در چند سال توزیع شده ولی توزیع در فصل کشت نبوده. ما روی اول دفعه اول روی زمین انتقاد کردیم که در گذشته هم متاسفانه در فصل کشت توزیع نشده، به این خاطر تمرکز مایی است که دهقان در زمان برش توزیع شد که مسئولیت اقتصادش بالا بره، زمینه برای تولید بیشتر شد. انشالله مطمئن باشن که امسال چنین میشه. درست. جناب رستمی در پایان برنامه ما هم اصلا شاید برگزاری نمایشگاه زراعتی هم هستیم، چی برنامه و پلانایی را بر پایتخت؟ متاسفانه امسال کرونا نمایشگاه زراعتی را برهم زد. نمایشگاه بهاری ما هم برای هم خورد، پلان داشتیم تا نمایشگاه خزانی برگزار بکنیم. وزارت صحت تا ما مکتوبی که فرستادیم خواهان لغو نمایشگاه خزانی شدند و این نمایشگاه خزانی را که ما در ماه میزان یعنی 25 زمی ما پلان داشتیم متاسفانه قابل از این نیست که برگزار شود. امیدوار هستیم که در بهار آینده بتانیم سلسله برگزاری نمایشگاه ها را به شکل عادی آغاز کنیم. بسیار تشکر جناب اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری که حضور پیدا کردید. وقت شما خوش. ممنون از شما همچنان که تا بینید مجله صبح بودید. اگر پرسش دیدگاه و یا پرسش در رابطه با موضوعات مختلف می داشته باشه نشانی ما در فیسبوک yaktvnews.af همیشه در اختیار شما قرار داره، میتونید از اون طریق در ارتباط شوین. ما مشکلات و همچنان پرسش های شما را با مسئولین در میان میگذاریم. ممنون که تا بینید مجله صبح بودین. تا فردا خدا نگهدار.